توضیح میدم. ببینید مبنای برخورداری از یارانه یا عدم برخورداری از یارانه این است که هر فردی به نسبت دارایی هاش و درآمد هاش با توجه به بعد اون خانوارش، اون خانوار مشخص میشه که در کدوم دهک هست. وقتی بیاد جزء دهک های بالا باشه یارانه ازش برخوردار نمیشه، وقتی جزء دهک های پایین باشه یارانه برخوردار میشه. طبیعتاً برخی از منابع اطلاعاتی مثل دریافت ارز، این ارزهای 2000 یورو یا 5000 یورو یکی از منابع اطلاعاتی هست که وزارت رفاه هم ازش بهره برداری میتونه بکنه برای اینکه مشخص بشه که این خانوار یا این فرد جزء دهک های پایین قرار داره، جزء دهک های بالا قرار داره. کسی که طبیعتاً میاد ارز میگیره عموما افرادی هستن که جزء دهک های بالا قرار دارن. چون دیروز من دیدم این سوء برداشت شده و توضیح تکمیلی رو دادم، لذا یه وقتی کسی از کارت ملی دیگران سوء استفاده نکنه. مردم عزیز دقت بکنن، یه وقت نیاد کسی از کارت ملی من استفاده بکنه، چه برای تراکنش های مالیش، چه برای حساب های بانکی داخل مثلا مغازه یا کسب و کارش، چه برای دریافت ارز. این مواردی هستن که جزء منابع اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه برای دهک‌بندی افراد مورد محاسبه قرار